دوستان بنا شد که ما این مکانیزم رو فرض کنیم، این چهار میله ساده رو منحنی های پایه و غلطانش رو به دست بیاریم. حالا الان منحنی پایه رو به دست میاریم قشنگ رسم میکنیم، منحنی غلطان هم یه راه ساده تر برای رسمش وجود داره که حالا فکر نکنم بشه رسم انجام بدیم، ولی میگم یعنی خیلی سخت نیست. من این مکانیزم رو میبینید دیگه، نقاط مختلفش هم اینجا رسم کردم، حالا آیش هم گذاشتم اینجا که ببینیم آیا درست به دست میاد یا نه، چون منحنی پایه از رسم آیه های بین لینک 3 و 1 تو زمان های مختلف ترتیب حرکت مکانیزم به دست میاد. خب بذارید من این چیزش رو پاک کنم. بچه ها مکانیزم وصل شده و یه حرکتی هم داره، کنم مثلا 6 ثانیه یه مکانیزم نوسانی، نوسانی واسه همین کامل ما نمیشه. این یه مکانیزم ساده. خب ما جلسه پیش گفته بودیم مجرها رو معرفی کرده بودیم، حالا این جلسه چیکار میکنیم؟ ببین اصلا این اصول کارمون چیه، ما میخوایم از اینجا داخل عدم نمیشه منحنی پایه و غلطان رو بس کرد، باید ببریم توی مطلب. خب ما چی از اینجا نیاز داریم که در واقع چی برای رسم منحنی پایه نیازه که ما توی مطلب داشته باشیم؟ مرکز آنی دوران لینک 3 نسبت به 1 که چجوری به دست میاد؟ اینجا مثلا از رسم امتداد این دو تا لینک به دست میاد. خب پس بنابراین ما توی این نقطه هم کلان نداریم اینجا، درسته؟ یعنی مرکز آنی دورانی که نمیتونیم اینجا مستقیم به دست بیاریم، بنابراین راه حل های مختلفی شاید بشه به کار برد. کاری که من کردم، یعنی چیزی که به ذهن من رسید اینه که این دوتا رو، داده های این دوتا لینک 2 و 4 میشه به دست آورد، برداشت برد داخل مطلب و این خطا رو رسم کرد و محل تقاطعشون رو به دست آورد که همون در واقع مرکزانی دوران میشه، درسته؟ پس ما به چی نیاز داریم؟ به مختصات این نقطه، این نقطه، این نقطه و این نقطه، که حالا البته اینو این ایکس و وایشون کاملا ثابته، یعنی صفر صفر، اینم فکر کنم 120 طولش 200 200 و صفر، ولی حالا ما به دست میاریم که داشته باشیم. خب پس میریم توی میجر، پس چی شد؟ اینو 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 این ما ایکس و وایشون میخوام، یعنی 8 تا میجر میخوام. خب میایم اینجا میگیم کدوم در واقع مارکر رو میخوایم اندازه بگیریم، این مارکر، مارکر کدوم؟ این مارکر یک، درسته؟ ما میخوایم میجر نقطه او ای ایس، درسته؟ این ایس نسبت به زن، این به دست هم میبینید که صفر در فیلر. خب حالا بازم همین مارکر، این دفعه وایش، این دفعه وایش رو تیک میزنم و نسبت به زن، این هم که باز میبینید صفر. حالا چی؟ این نقطه رو میخوایم، یعنی باید این مارکر رو پیدا کنیم. پس این مارکر میره کنار، میره لینک 2، مارکر 2، این دفعه اسمش رو چی میذاریم؟ میذاریم مژر ای ایکس دیگه، یعنی نقطه ایکس در واقع پوینت ای، دوباره ایکسش رو میخوایم نسبت به زمین، این دیگه صفر نیست کامل، میبینید یه حرکت تقرب میده. خب یه بار دیگه همین کار میکنم برای مارکر 2، این دفعه پایش که این هم باید یه حرکت دورانی داشته باشه. حالا همین کار رو واسه دوتای دیگه هم انجام میدیم، میشه مارکر چی؟ واسه لینک 4 میشه مارکر 5، ایکسش نسبت به زمین درست بی بیه ایکس ها، این هم بازی حرکت اون هم با داره بیه وای، ما وایش رو میخواییم
خب و حالا نقطه آخر که بازم ایکس و وای ثابته، این میشه مارکر 6 فکر کنم، واسه اطمینان چک کنیم. آره 6 کور بی ایکسش رو میخوایم، ایکسش 200 باید باشه، میره رو 200 ثابت مونده و وایش هم روی 0. حالا میگم اینا میشه نبرد، یعنی همونجا تحریکه، ولی خب چه کاری اینجا وقت میشه. ببین اینو یه نوسانات خیلی در حد در توان منفی 11 داره که اهمیتی نداره، یعنی صفر بیشترین چیزی که داره 10 به توان منفی 11. خب بس ما این 8 رو معرفی کردیم، ببندیمش. خب بچه الان برای رفتن به مطلب، مطلب آدم خیلی خوب با هم دیگه جوین میشن، یعنی شما میتونی یه سری ورودی به سیستم بدی، همین ورودی که ما اینجا به عنوان موشن به سیستم دادیم و میشه توی مطلب تعریف کرد اصلا، یعنی اینو وضع کنیم به اونجا که الان میگیم چطوری و ورودی رو از اونجا دارم. و همینطور خروجی، ما الان با ورودی کاری نداریم خیلی، خب یعنی ورودی میذاری باشه، ولی ما میخواییم این هشتا میجر رو از اینجا خارج کنیم. برای این کار به چی احتیاج داریم؟ میاییم توی element، یه اینجا تو جعبه سیستم elements میبینید اینجا یه گزینه داره create state variable، اینو میزنیم. اینا چیه بچه ها؟ اینا در واقع state variable ها، این در واقع چی میگن؟ رابطه بین مطلب و عدم میشه. ما اینجا هر چی میخوام، چه ورودی چه خروجی، اینجا تعریف میکنیم به همون تعداد و حالا جوری که در ادامه میگیم میبینید توی سیمونی که مطلب اونجا رانش میکنیم. خب من عین این هشتایی که تعریف کردم، اون هشتا میجری که تعریف کردم، هشتا هم استیت ورابل تعریف میکنم با مشابه همون هم. یعنی میشه SV underline O A X، بقیهش هم دست نمیزنم چون قراره اونجا خروجی بگیم ازش، میزنیم باشه. خب هیچ چیزی نیومد، چیزی که میاد توی element اینجا. خب هفته دیگه هم تعریف کنیم او ای فای ای ایکس. بچه این هشت تا الان یه سیو هم بزنم اینجا. بچه این هشت تایی که تعریف کردیم الان در واقع چیز خاصی نیستن هنوز، یعنی انگار که هشت تا متغیر همینطوری الکی تعریف کرده باشیم. حالا بعد بیایم بگیم آقا اینی که ما به عنوان ایکس او ای تعریف کردیم، این همین نماینده همینه، مثلا وای بی، باید این دوتا رو به هم وصل کنیم. چیکار میکنیم؟ میاییم کلیک میکنیم روش، اینجایی که صفر بود، خب اینجا روش یه سه نقطه داره، سه نقطه رو میزنیم. بچه این داخل حتما پاک بشه. خب یه همچین صفحه ای باز میشه، این صفحه اسمش از فانکشن بیلده، یعنی گفته بودم جلسه پیش یه سری میتونیم فانکشن بدیم، یعنی تابه تعریف کنیم، اینا تو این صفحه تعریف میشه که حالا میگم، حالا فعلا باش کاری نداره. ما میخوایم در واقع این مثلا SV اینجا اسمش از SX متعلق به OA رو بگیم، اینو همینه. خب بگیم اینو کامل پاک کنیم، میایم تو اینجا ببین، یا میتونیم اینجا تابه تعریف کنیم، یا اینکه اینجا نمیشه چی Getting Object Data، یعنی چیزایی که تو در واقع سیمولیشن بود اونا رو از اینجا بگیریم. اینو کلیک کنیم روی مارکر، یه صفحه کشویی باز میشه، میبینید یه سری چیز میذاره. ما میخواییم میجرمون رو بیاریم، یه درسته اینا میجر بودن، میجر رو میزنیم. حالا روی این کادر روبرویش یه دبل کلیک میکنیم، همه این میجراتون رو میاره اینجا. حالا اون میجری که میخواید رو میزنیم، او ای ایکس بود این میشه. خب تا اینجا اومد اوکی رو نمیزنیم چون اینجا این هنوز این بالا نرفته. حالا وقتی که این اومد اینجا، یه اینزرت آبجکت نمیزنیم، این میره اینجا و حالا اوکی میکنیم. ببین جای صفر این دفعه شد چی؟ میجر قرار داد جای صفر.
همین کار رو عیناً برای هفته دیگه هم انجام میدیم. من دیگه اونا رو تک تک این کار نمیکنم، فقط خود میکنم. کسی سوالی داره بنویسه بعدش، چون دیگه بعدش میخوایم ببینیم توی مطرح او ای وای شما چک کنید هم برای من یه وقت اشتباه نوشتم بریم بگیم، چون ببریم مطلب دوباره این اشتباه یه داستان میشه. اولوی ایس اولوی فاید. خب کارمون تا اینجا تموم شد با بعدم یه سری دیگه کنم. خب یه کسی سوالی داشت اینجا؟ آقای فرهانی میگه یه بار دیگه بگید استیتابل ها چی بودن، چرا فانکشن دادیم؟ ببین ما تا وقتی که تو ادمز فقط کار داریم کاری اصلا به استیت ولو نداشتیم. دید دیگه دفعه پیش نمیدونم مثلا مسیر حرکت یه نقطه رو رسم کردیم و اینا، اصلا این فقط لینک ها رو کشیدیم و قید دادیم و همین کار رو کردیم دیگه، یه اصلا موشنی دادیم. ولی الان چی؟ الان میخواییم ببریم اینو توی مطلب که الان خواهیم بود. اینجا دیگه مطلب میجر نمیشناسه، میاد یه سری این چی میگن، یه سری فرسان یه ایرانی میخواد با یه مثلا اسپانیایی حرف بزن، هیچ کدوم حرف همو نمیفهمن، میان یه چیز واسط مثلا انگلیسی بلدن جفتشون با اون صحبت میکنن. این سیستم المنت هم همونه، چه خروجی چه ورودی رو میشه با این منتقل کرد به مطلب. یعنی الان ببین مثلا ما سرعت ثابت به این دادیم، یه سرعت ثابت همینطوری بهش دادیم، میتونیم نه ببریم تو مطلب مثلا یه الگوریتم کنترلی رو روش پیاده کنیم و اینا. برای همین این ورابلا متغیرهای سیستم برای این تعریف میشن که بشه این دوتا نرم افزار رو به هم دیگه وصلشون کرد. خب جواب دادیم. آره خب که اگه سی سوال نداره بچه این از این. خب قبل اینکه میبریم توی مطلب من یه چند تا نکته یه چیز بگم. اول که سعی کنید توی یه پوشه باشه حتما، یعنی ما چون الان که ببینید تو مطلب میبینید یه سری فایل های مطلب میاد اینجا در حد 5 6 تا مثلا دسکتاپ باشه شلوغ میشه یا چند تا فایل با هم باشن قاطی میشه، یه پوشه جدا تعریف کنید برای سیمولیشنتون و طبیعتا اونجایی که میخواید مطلب رو منتقل کنید به مطلب که مشخص باشه دیگه. خب حالا بیاید ببینید تو مطلب. برای رفت در واقع اکسپورت کردن به مطلب از زبونه پلاگین استفاده میکنیم و این بخش اولی کنترل اینو میزنیم. چی گفته؟ گفته پلانت اکسپورت، اینو میزنیم. خب اینجا یه سری چیز میذاره که خیلی مثلا اسم میشه داد، این هم خیلی من دست مثلا بذار اسمشو بذاریم فیست است. خب اینا رو حالا میشه اسم دیگه. چی برای مهمه؟ حالا قبل اینکه اینا رو بگم این برای مهمه بچه از این کلا تنظیماتی که داره، یه تارگت سافتویر مهمه باید بزنیم مطلب. خب این از این. حالا ببین چی گفته؟ یه گفته اینپوت سیگنالز آوتپوت سیگنالز، یعنی شما چیزایی که میخواید خروجی بگیرید ازش رو اینجا وارد میکنید، چیزایی که میخواید ورودی بدید و اینجا وارد. خروجی های ما چی بودن؟ همین 8 تا انتخابشون میکنیم و اوکی میکنیم میاد اینجا. درست؟ ورودی نداریم. حالا چیزی نمیزنم الان اوکی کنم میبینیم یه اروری اوکی که میزنم میگه چی؟ میگه اینجا نمیتونه خالی بمونه. من راستش نفهمیدم این مشکل رو چجوری باید ریشه ای حل کرد، ولی که کاری که کردم اینه که آقا یه سیستم المنت الکی اینجا تعریف میکنم و اونو به عنوان ورودی میدم و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. مثلا میزنم SV underline مثلا nothing، یعنی هیچ چیزی نیست. میبینی یه سیستم ورابل جدید طوری تعریف شد، حالا اونو میام به عنوان اینپوت تعریف میکنم و اصلا کاری هم باش کردم. خب پس اینپوت هامون این ور، آوتپوت هامون این ور، این هم که زدیم مطلب نا اینا هم دیگه اصلا نمیدونم چی هست واسش. خب حالا اوکی میکنیم، این خارج شد از این، یعنی رفت توی این پوشه که باز کنم میبینیم
شش تا آیتم که دو تا داشتیم، چهار تا آیتم جدید به وجود اومد که حالا بازم به وجود میاد. حالا بریم مطلب باز کنیم که ببینیم اینا چی هست. کسی سوالی نداشت واسه اکسپورت کردنشان تا اینجا؟ بچه من یه بار دیگه میگم، من تو این در واقع اکسپورت کردن و کار کردن ممکنه سیستماتون ارور بده، خب سختی به خودتون نگید، بگید بهم که حالا تمرین رو یه کاریش میکنه، یعنی خودتون اذیت نکنید. خب اومدیم اینجا بچه، باز یه نکته دیگه اینه که محل چیزتون چی میان اون پوشه ای که محل کارتونه رو ببرید تو همون پوشه ای که در واقع مطلبه و این عدمزه ذخیره شده، سلیکت فولدر کنید بیاد اینجا. خب حالا اینو باز کنید، چی رو باز کنیم؟ این فایل مطلب جدیدی که به وجود اومده. ببخشید من سریع میگم چون یه ذره طولانی ممکنه بشه، شما هم یک تمام کنید شما به کلاستون برسید. خب این مطلب باز شد، ببین یه چیزای عجیب غریبی اومد، خب که سر در نمیاریم و اصلا لازم هم نیست سر در بیاریم اینجا فعلا ازش. اینو ران کنیم، تو باز یه چیزایی به وجود اومد که به درد اون نمیخوره بعضیاش، و میبینیم مثلا اینپوت داده اسمی ناتین، همون علکیه که تعریف کردیم، آوتپوت ها مشخص کرده اسم رو نمیدونم سالور چی باشه، سی پلاس پلاس و این داستان. خب بچه ما بازم با مطلب کار نداریم اینجا، ما با چیزی که کار داریم سیمولینکه. برای رفتن به سیمولینک میایید اینجا توی کامند ویند و اینو میزنید ادمز ادمز آندرلاین اس آی اس وای اس سیستم. خب اینو که بزنید یه خورده وایسید سیمولینک باز میشه. این محیط سیمولینکی که الان ما داریم، بچه چی مهمه اینجا برای ما؟ بقیهش رو پاک کنیم، یه دونه این سیستمتون مهمه و این خروجی ها، ورودیمون هم همونی که علکی دادیم و اصلا مهم نیست. بریم تو این سیستم یه دبل کلیک رو این عدم ساب کنیم، ببینیم اومدیم اینجا بازم. خب یه سری ستینگ باید انجام بدیم، تنظیمات داره که اونا رو انجام بدیم دیگه میشه رامو گرفت و خروجی ها رو ازش گرفت. روی این قرمزه دبل کلیک میکنن، این تنظیماتی که اینجا داره رو باید عوض کنیم، اینو نمیخواد عوض کنیم، اینو نمیخواد نمیخواد نمیخواد. آه یه انیمیشن مود داره توش دو تا گزینه داره، بچ و اینتراکتیو. بچ چیه اینتراکتیو چیه؟ ببین جفتش در واقع با جفتش کار میکنه سیمولیشن رام، ولی اگه اینتراکتیو رو بزنید شما بعدش اینجا ران کنید چی میشه؟ حتی اگه ادمزتون بستن باشه ادمز رو باز میکنه و یه بار دیگه بهتون رام میده، یعنی همزمان که تو مطلب داره رام میشه در واقع داره این سیمولیشن رو انجام میده و اون داده ها رو میگیره، تو ادمز هم یه بار دیگه داره این اتفاق میفته، یعنی در واقع واسه فقط مشاهده کردن. اگه شما به سیستمتون اعتماد دارید در واقع مطمئنی که کار میکنه، همون فایل بچ رو بذارید، هم میگم فایل همون گزینه بچ رو بذارید که در واقع این بچ بدون این که عدم باز بشه، یعنی خودش داده رو چیز میکنه، خودش سیمولیشن انجام میده، در نهایت بهتون داده رو میده، کار شما رو سریع تر میکنه. و خب این هم لازم بگیم دیگه، یعنی مشخصه، ولی بگیم که حتما از عمل کردن مکانیزمتون مطمئن بشین، یعنی چند بار راه بگیرید که ببینید یه مسیری رو میره نمیره چطوری، بعد بید اینجا تو مطلب اکسپورتش کنید. خب دیسکی تو اینا، آها این هم که این بچه کامیونیکیشن اینتروال، این یه عددیه، این عدد رو یادتون باشه، حالا یه عدد مهمتر رو بالاتر میگیم توی ستینگ دیگه این. مثلا من دادم 500، این دوتا باید یکی باشه، این 500. خب یه ستینگ اینجا بود مهم، یکی هم تو همین چرخنده اینجا هم چند تا چیز مهم داره. خب اولا که استارت و استاپ تایم رو داره، فکر کنم تو عدم زده بودیم 5 ثانیه بود 6 ثانیه،
اصلا مهم نیست، یعنی ما فقط دادا رو بگیر. اصلا 6 ثانیه ما اینجا میگیم 5 ثانیه، 5 ثانیه. حالا سالور سلکشن مهم، ببین گفته ورابل استپ یعنی گام های متغیر، ما میخوایم فیکس باشه مثل قبلی، فیکس رو میزنیم و این هم همین اتوماتیک و دیگه دیتیل و اینش هم خیلی برامون مهم نیست اینو، ولی باید بذاریم همون 500 اومه یه عددی بود که گفتم بهتون. حالا اوتو هم بذاریم فکر کنم بشه، اصلا اوتو بذاریم ببینیم انجام میشه یا نه. این هست سیستم آماده حرکت، آماده ران شدنه و تنظیم دیگه ای نیاز نداره، ولی ما همیشه برای اطمینان بچه ها چند تا داده رو بگیرید حتما قبل اینکه ببری. مثلا الان نمیدونم با سیمونیک آشنایی دارید یا نه، این چیه این گروه که این فقط یه چیزیه که نه هیچ باشی ران بگیریم، چون الان فکر کردم این نمیدار نشونه. من رانو میزنم داره انجام میشه، اگه کسی سوال دارم بنویسه که بعد ران گرفتن ما ببینیم چی بچه. خب ران انجام شد، ببینیم به همون داد و نه. ببین A X خب یعنی نقطه انتهای لینک دو، یعنی چی مسیر تهیجه. بعد مثلا O A این که ثابت صفر بود، مثلا O B X هم ببینیم که ایاتون باشه 200 بود، پس این نشون میده که ران تا اینجا کامل انجام شده. خب پس یعنی این تموم شد، ما داده ها رو گرفتیم. اگه کسی سوالی داره بنویسه که ما بعد بریم سراغ کار اصلی که اون همین پایه خط ها. خب برگردیم اینجا بچه، کار ما با سیمونیک فعلا تمام. خب این هشتایی که خروجی گرفتیم توی خود مطلب هم اومده، ببین ادمز آندرلاین وای اوت یه ماتریس 101 در 8 به وجود اومد. که اگه یادتون باشه ما ران تایم زدیم 5 ثانیه و طول در واقع استپمون زدیم 5 ثانیه، 5 ثانیه یا 5 ثانیه بود دیگه، برای این 100 تا فاصله بود 101 عدد تولید کرد. برای این آوتپوت هامون اینجاست، یعنی اون چیزی که بهش نیاز داریم اینجاست. حالا من این دبل کلیک میکنم ببینیم چیه. ببین این 8 تا داده هایی که در واقع خروجی ما بود، حالا ترتیبشون به چه شکله؟ ترتیبشون به همین ترتیب از بالا تا پایین اینه که اینم خودش فکر کنم الفایی باشه، یعنی الفایی نیستی اول A B O A O B و X و Y دیده، یعنی هر کنی. پس یعنی اولین ماتریس، اولین در واقع ستون اونجا A X A بعد A Y سومی B X B Y و انتهایی تا آخر. که میبینید دیگه این O X O A X Y های O A هستن، این هم همینطور این دوتا هم واسه اوه بی که میدین هم همون صرف هم اصلا مهم نیستن که اینا یه عدد یه مقدار خیلی کوچیک دارن. خب پس ما اینجا اینو استخراج کردیم بچه، من خودم یه کد دیگه زدم که چون یه ذره شاید طولانی بشه توضیحاتش میدیم اونجا توضیح میدیم. من بیام این گوشو بازش کنم اونجا بهتون توضیح میدم که چجوری در نهایت میرسیم به نمودار از کنم که منحنی پایه. خب خب بچه، اولین کاری که کردم این بود که خود مکانیزم رو وضع کردم، یعنی چیز خاصی نداره، این داده ها رو بر اساس همین شکل گرفتم، این صفر و صفر و 25 و 131 و فلان. خب ببینیم اصلا این چی میشه. اول خود مکانیزم رو وضع کردم که ما این مکانیزم که ما بعدا که منحنی پایه و قرطان رو وضع کنیم ببینیم نسبت به مکانیزم تو چه وضعیتی هست. این از این پس اینجا بود شیپ آف مکانیزم. حالا نکته بعدی کار ما اینجاست، اون ماتریس 8 در چند بود؟ 8 در 101 بود، 101 در 8 بود که گفتیم اولی ای ایکس بعدی ای وای بعدی فلانه. من اومدم اینجا اینا هر کدوم جدا کردم. خب یعنی گفتم
فیکس سنترویدش AX هست ستون اول ماتریس ادمز وای اوت. خب میبینید یعنی این اینو خورد کردم به جای یه ماتریس 101 در 8 8 تا ماتریس 101 در 1 ساختم که در واقع هم اسمش مشخص بشه همین که بالاخره از این چلختگی در بیاد دیگه. درسته؟ پس این 8 تا در واقع جدا سازی همون چیز بود دیگه، اون ماتریسه. و قبل اینکه بریم جلوتر بچه، کسی هست اصلا برنامه‌نویسی پاس نکرده باشه، حالا چه مطلب چه هر چی، اما تون گذروندید دیگه، احتمالا به ادبیات کد آشنا هست فکر کنم. خب پس این اینجا، حالا اینو چی تعریف کردم؟ این گفتم طول در واقع اندازه یکی از این بردارها، فرقی هم نمی کنید چون همشون یکی بودن که اینجا برابر 101. آها اینو اینجا الان کامنت کرده بودن نه 101 میشه. خب که حالا با سیمولیشن های بعدی بهش نیاز داریم. حالا اومدم، حالا ببین اصلا چی کار میکنم. حالا بچه ها کاری که من کردم، یعنی کاری که هدفم این بود، این بود که آقا این آیه 1-3 رو مشخص کنم توی اون 101 گامی که داریم، در چند گامی که کار سیمولیشن. خب ما این دو نقطه، این دو نقطه، این لینک مختصاتشون رو داریم، دو نقطه این لینک هم مختصاتش رو داریم. بنابراین اگه بیاییم این خط رو، امتداد این دوتا خط رو ببینید به کجا برخورد میکنن، به کجا برخورد میکنن، ما میتونیم برسیم محل برخوردشون میشه همین آی یک سه دیگه. خب آره دیگه، حالا بریم ببینیم چطور این کارو کردیم. خب کاری که من کردم چی بود؟ این بود که آقا شیب این خط رو به دست بیارم، شیب هر دو تا خطی، حالا یه دونشون شیب این خط رو، عرض از مبدأ این خط رو که به دست بیارم، میتونم این خط رو رسم کنم. یعنی در واقع فرمول خط تابع درجه یک چی بود؟ y مساوی mx به اضافه h. با این دو نقطه میشه M و H رو به دست آورد و معادله این خط رو به دست آورد و همینطور برای این خط. درسته؟ پس کاری که من کردم، اومدم اسلوپ لینک دو و Hش، عرض از مبدأ این لینک رو به دست آوردم و همینطور برای لینک چهار، و حالا بعد باشون یه کاری کرد. اینا چجوری به دست میاد؟ اسلوپش که مشخصه بچه ها، در واقع میشد نسبت در واقع وای ای منهای وای او ای تقسیم بر ایکس ای منهای ایکس او ای. این میشد شیبش. عرض از مبدا چی بود؟ خب ما گفتیم وای میشه ام ایکس به اضافه اچ. ما مثلا برای این نقطه تو فرمول وای مساوی ام ایکس به اضافه اچ، وای و ایکس رو که داریم، ام هم که به دست آوردیم، پس وای و ام و ایکس رو داریم اینجا، اچ میشه وای منهای ام ایکس. پس از این یه نقطه H هم به دست میاد دیگه. ببینید تو کد اسلوپی شیبش شد نسبت اختلاف Y ها به اختلاف X ها، H شد چی؟ در واقع Y بود MX به اضافه H. حالا من H رو این بر گذاشتم و بر اساس اون بقیهش رو به دست میاد. درسته؟ خب پس معادله این دوتا خط به دست اومد، معادله این دوتا خط به دست اومد. محل برخوردشون چجوری مشخص کنیم؟ بچه ها بذاریم من تو پاورپوینت اینجا شروع کنیم، مثلا تو پاورپوینت بکشم یا خودتون میتونید حدس بزنید. تو بنویسم یه خط اولش رو. این دو تا خط ما داریم الان، خط های لینک های دو و چهار. پس وای دو میشه ام دو در واقع ایکس دو به اضافه اچ دو، اچ دو و
همینطور برای وای چهار، یعنی که چهار، وای چهار میشه ام چهار چهار اضافه اچ چهار. این وقتی میگیم نقطه برخورد این دو تا کجاست، یعنی نقطه ای که هم متعلق به این خطه هم نقطه متعلق به این خط دیگه، یعنی وای دو و وای چهار با هم برابرن، ایکس دو و ایکس چهار هم با هم برابرن. بنابراین ما میاییم مثلا تو مرحله اول وای دو و مساوی وای چهار میذاریم، یعنی این دوتا، این دوتا رو برابر هم میذاریم. و ایکس هاشون هم یکی بود دیگه، اصلا زیربنده هاشون رو برداریم که ببینیم مثلا ایکس چی بذاریم، ایکس اینترسکشن میشه، اینترسکشنشون کجاست، یا همون یک سه بذاریم مثلا. خب یک سه کجاست؟ خب من دیگه ادامهش رو ننویسم، یعنی محاسباتش رو در نهایت به چیزی که میرسیم اینه که آقا مثلا یکی رو میاریم این بر فاکتور میگیریم از x یک سه، بقیه رو میریزیم اون بر، پس x یک سه میشه منفی، حالا خودتون هم برسید یعنی چیز سخت نیست، میشه h چهار منهای h دو به m چهار منهای m دو. درست؟ خب و حالا این ایکس هم تو اینا قرار بدید وای به دست میاد دیگه، حالا وای هم یه ذره طولانی تره دیگه، اونم جواب آخرش بنویسم داشته باشی. تو هم مکانیزم فرق داره دیگه، شما باید ریاضیشو به دست بیاری، یعنی چیزای هندسی ساده ای که مثلا واسه دوران راهنمایی بود، میشه h2 m4 n h4 m2 تقسیم بر چی؟ همین m4 منهای m. پس این x و y به دست اومد، در واقع از تقاطع دو خط این x و y ها به دست میان، x fc میشه منفی اختلاف h ها به اختلاف m ها، y هم همون که نوشتیم. خب حالا اینو بذار من چیز کنم، کامنت کنم که ببینیم چه مشکلی پیش میاد، فعلا از این بگذریم. خب حالا ما به راحتی میتونیم اینو پلات کنیم دیگه، یعنی این مختصات x و y منحنی پایه به دست اومد، اینو به راحتی میتونیم پلاتش کنیم، رانو بزنم ببینیم چی میشه. این اتفاقی که افتاد چیه؟ این مکانیزم قرمز سیاه رو میبینید، این مکانیزم اصلیمون بود و این قرمزه که معلوم نیست تا کجا رفته، منحنی پایمونه. چرا اینطوری میشه؟ چون ببین این مکانیزم که حرکت میکنه بعضی جاها این دو تا لینک تقریبا به حالت موازی در میان و تو بی نهایت هم دیگر رو قطع میکنن، یا مثلا خیلی نقطه دوری نسبت به هم دیگه هم دیگر رو قطع میکنن، بعد برای همین یه همچین نقاطی به وجود میاد و مثلا خب نمیدونی که چی به چیه، فقط بهش گفتیم که این نقطه رو آقا به هم وصل کن دیگه. برای این کار من چی کردم؟ اومدم یه بخشی به نام مارجین تعبیه کردم که گفتم چی؟ گفتم که ببین تمام این 101 رو بررسی کن، تمام این 101 نقطه XFC و YFC اینا رو بررسی کن، یه مقداری بهشون دادم، گفتم اگه بیشتر از 500 بود، حالا بذار اصلا مارجینش رو جدا تعیین کنیم، مارجین رو مثلا بذاریم 500 و متغیر رو بهش بگیم. خب گفتم اگه جایی بیشتر از 500 بود، چون ببین چقدر مثلا حدودش، مثلا ببین از 90 شروع میشه میره تا مثلا 200 و نمیدونم تا کجا دیگه سر به فلک میزنه و ایکسش شاید درست باشه، بزنیم وایش ببینیم وایش مشکل باشه. آیا آره دیگه ببین
مثلا تا اینجا ها که میاد مثلا منفی 318 400 500 همینطوری داره میره، یه دفعه اینجا میشه منفی 3000 خورده ای و همینطور تا آخر مثلا تا 4000 خورده ای هم میرسه. من گفتم آقا یه حدی براش تعیین کردم، گفتم اینا رو حذف کن درست. و در این اپس هم میدونید چیه دیگه، یعنی ممکنه به جای اینکه الزاما نباید عدد مثبت بزرگ باشه، مثلا همینجا ممکنه منفی مثلا 3000 باشه. گفتم قدر مطلقش اگه بیشتر از مارجین بود چه ایکس چه وای، بیا این درایه های ایکس و وای اون نقطه رو بررسی کن، در واقع چیز کن، اگه بزرگتر بود حذف کن، اگه نبودن که هیچی بذار باشه. و بچه دقت کنید کاری که اینجا نکته که مهمه انجام بدید اینه که آیا از یک تا n نبرید، آیا از n تا یک بیارید. اگر از یک تا n ببرید چی میشه؟ مثلا فرض کن توی درایه 37 مارجینش بزرگتره، بزرگتر از مارجینه. خب اینو که شما حذف میکنید اون 38 میشه 37 و طبق کد چون دارید میرید بالا میاد 38 رو بررسی میکنه، اما 38 جدید که قبلا 39 بوده و اون 38 قبلی که الان 37 شده اون از دستتون میره. برای همین بیایید و از آخر بیایید اول، یعنی چیزای کد نمیسی دیگه، یعنی چیز نیست، مکانیک نیست اصلا. و حالا این مارجینی که تعریف کردیم شکل یه مقدار بهتر میشه، میبینید از این حالت یه قرد در اومد و مثلا مارجینش رو بذاریم 300 اصلا، یه شکل مطلوبی باید در بیاد دیگه. میبینید نصفش بالاست، حالا این خطشه، اینم این دوتا رو به هم بس میکنه، اینم میشه پیدا کرد و حذف کرد. این مکانیزم ماست، این چهار میله ماست و این قرمزه که دو تیکه هست میشه منحنی پایه ما. خب اگه کسی سوالی داره بپرسه، اگه نه بریم قلتانم در واقع طرز به دست آوردن منحنی قلتانم بگیم و دیگه من فکر نکنم، یعنی کار سختی نداره بس میشه. کسی سوالی داره؟ اگر نه بذار قبلش یکی بفرمایید آقای بهانی، بذار من این میکروفون هدفونمو بذارم قاطی نشه فکرم نمیشه. بله بفرمایید. سلام وقتتون بخیر. یه سوال، الان اگه ما مثلا همون آنالیز موقعیت و کدش رو تو مطلب میزدیم دیگه این داستان هی تبدیل کردن و مارجین و اینا رو نداشتیم، نظرتون یه راست تو مطلب بزنیم اشکال داره؟ بزنیم اشکال یه راست این آنالیز چیز کنیم تحلیل بله دیگه، چون یه موقعیت تتا 4 رو به تتا 1 بتونیم ربط بدیم دیگه تمومه دیگه، دیگه تمومه. درسته، ببین واسه 4 میله شاید ساده باشه، ولی شما مثلا الان من یک سوال کتاب گاهی وقتا اصلا لرزنده لنگی داره، میدونی یعنی سخت میشه. آره اونطوری که میگی آره آسونه واسه 4 میله ساده است، ولی جلوتر هم که بریم میشه، ولی خب سخته. به قول تو اگه بشه اصلا از اول تو مطلب حلش کرد که خیلی ساده تره، ولی من فقط خواستم بگم که چجوری حل میشه. بنا مکانیزم که پیچیده تر باشه واقعا نمیشه تحلیلی به سادگی حلش کرد، یعنی خیلی باید وقت بذارید و آره شدن میشه ولی خب آره درست میگید، متوجه شدم. خیلی ممنون. آره خواهش میکنم. کسی سوالی داره؟ خب اگه نه بچه ها واسه یه منحنی غلطان کتابتون یه روشی رو گفته که در واقع روش درستی هم منحنی غلطان گفته که مثلا بیاید همین نقاطه بکنم همین مراکز آنی دوران پیدا کنید و نسبت به یه زاویه بچرخونید. حالا تو کتاب مفصل توضیح داره دیگه، من توضیح نمیدم. خب این واسه حل رسمش کار سختیه نسبتا. اصلا ببینید خود مفهوم منحنی غلطان چیه، ببینید خیلی راحت‌تر میبینید که درکش راحت‌تر میشه. برای کلیپ چند دقیقه‌ایه فکر کنم 5 دقیقه چقدر زیاد سرعتشون میشه بود بازه. میبینید بچه خوبه یا نه وضعیتش بده؟ خوب میدید فیلمو الان واضح هست؟
یه ذره سیاه می هم هست، یه ذره شاید سخت باشه. یه خوبه که بزنیم ببینیم. خب اوکی بچه، این یه 4 میله یا چیز کرده، بسک کرده، حالا این داره تم منحنی قلب کنه اینا رو میگه، میخوام به 4 میله برسه. این فیلم هم من میذارم تو گروه، میذارم حالا فقط میخوام ببینید. این داره چی رو رسم میکنه؟ منحنی پایه، درسته؟ این میچرخونه، منحنی پایه اینطوری رسم میشه، درسته؟ حالا منحنی غلتان چیه؟ آها، رسید منحنی غلتان. توی واسه منحنی غلتان شما دارید مثلا منحنی پایه 3 نسبت به 1 رو رسم میکنید دیگه. وقتی میگه منحنی غلتان 3 نسبت به 1 رو رسم کن، انگار که شما جای 3 و 1 رو عوض کنی و منحنی در واقع منحنی پایه شو دوباره بکشی. یعنی الان منحنی یک زمینه، شما گفته 3 نسبت به 1 رو رسم. خب پایش رو که رد کردیم واسه غلطان، میایم 3 رو میگیم زمینه و 1 انگار یه لینکه و میایم این قید ها رو میدیم، در واقع 4 میله تون میشه 2 1 4 و 3 میشه زمین. ببین الان ببین این سبزه شد منحنی غلطانه و تو این لحظه خاص رو هم دیگه نقطه‌هاشون به هم برخورد، درسته؟ حالا این کلیپ خوبی که حالا مفهومش رو توضیح داده. این از این نه متوجه که سوالی داره راجبش، فقط میخوام تو مطلب بگم که تو عدم بگم که چیکار میکنیم یه بقیهش میشه مثل قبلی دیگه، یعنی اینکه ببرید توی مطلب و اون کار رو انجام بدید. ما این رو این 4 میله ایمون بود، گفته بود 3 نسبت به 1 رو رسم کن. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ غلطان این رو رسم کنیم، غلطان 3 نسبت به زمین رو رسم کنیم. ما گفتیم چی آقا؟ میشه جاش بیایم مکانیزم رو عوض کنیم و دوباره منحنی پایه رو بکشیم جای اون کارا. میایم یه کاری میکنیم، کارهای زیادی میشه کرده، حالا من یکیشو میگم دیگه بعدش با توجه به توضیحاتی که تو دو جلسه داده بودم تو جلسه قبلی این کار ایده‌ای مختلف میشه داد. اول بیایم این لینک چهارمی رو رسم کنیم، لینک چهار رو بذاریم، لینک در واقع چی بذاریم؟ لینک یک بذاریم اسمشو دیگه، لینک یک. خب لینک یک ببینیم الان چجوریه داستان. ببینیم اصلا انگار هیچ فرقی نکرد، شما قید و اینا رو هیچ دستی نزدیم. ما گفتیم بیایم اینو ثابت کنیم یا میتونیم اینو حذف کنیم. در واقع 4 میله اینو چجوری بود که مثلا قبلا مختصات این نقطه 4 گوشهشو مشخص میکردیم و بحث میکردیم، ولی یه کار دیگه اینه که وقتی مکانیزم هست دیگه خیلی تغییرش ندیم، بیایم اینو فیکس کنیم، یعنی توی کانکتور این دفعه از مفصل فیکس استفاده کنیم. بیایم لینک 3 رو به زمین جوین کنیم توی هر جا دیگه، مثلا مرکز جلش. خب اینو بزنیم فیس جوینت گراوند میکسه. خب حالا ببین چی میشه، اصلا ران میشه یا نه؟ این ران نمیشه، درسته؟ چون سیستم کاملا مقیده. ما کاری که میکنی اینه که اینو باید به عنوان کاپلر یا میله رابط سیستم معرفی کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینو به دو تا لینک کناریش وصل کنیم، یعنی بگیم لینک 2 با 1 تو این نقطه در تماس باشه، آرژی لینک 2 1 لینک 2 آرژیش کدوم بود؟ ببینیم این شبکه دشتر نشده باشد، یک هم گذاشت 5 دقیقه دیگه تمام میشه. لینک 1 و لینک 4 میشه، لینک 1 و 4. حالا ران کنیم ببینیم آیا میشه یا نه، بازم گیر داره.
بازم گیر داره. چرا؟ دلیلش رو حالا چون وقت نیست خودم میگم. چون ببین ما این قیدا رو بهش دادیم بین 1 و 4، در واقع 1 و 2 و 1 و 4، ولی اون قیدای قبلی چی؟ که بین لینک 2 زمین بود و لینک 4 زمین بود، ما اینو بیاییم دیزیبل کنیم، دی اکتیف کنیم، یعنی اوکی دی اکتیف. خب بازم رانش کنیم ببینیم آیا ارور میده یا نه. بله میبینید، میبینید مکانیزم عوض شد دیگه. حالا ما اگه منحنی پایه این هم مثل قبل بود، منحنی پایه این رو رسم کنیم نسبت به زمین، میشه منحنی غلطان این نسبت به ارز کنم که 3 نسبت به 1 تو مکانیزم قبلی. تو لحظه اول هم میبینید همون جاست دیگه، محل برخوردشون همون نقطه آی میشه که تو شکل نشون داده. آره چون دیگه بقیش تکراریه من نمیگم، ولی اتهام به مشکل میخورد ولی نترسید، یعنی مثل قبلیه. دوباره میاد یه چیچی این استیت وریبل رو تعریف میکنید، اصلا تعریف شده دیگه، تعریف شده نمیخواد کاریشون کنید. این دفعه پلاگین که خواستی چیز کنید به یه اسم دیگه، به یه اسم مثلا قبلی فیکس جوینت بود، این دفعه سنتروید بود، این دفعه میشه مووینگ سنتروید. یه بار دیگه ببرید یه پلنت جدید تعریفش کنید و منحنیش رو بس. اگه هست سوالی داره بپرسه. آقای فرانی پرسیدن خود ادمز مفهومی به نام اینورژن ساپورت نمی کنه. اینورژن یعنی چی؟ یعنی همین که الان گفتیم عوض کنن؟ نه اینطوری نیست. آره نه ساپورت نیست. بچه هایی هست سوالی داره بپرسه، اگه نه که بید اونایی که کلاس دارم برسن. شاید جلسه بعدی ما هم بعد عیده من این سبت رو قطع کنم.